خب میریم سراغ سوال 102 گفته اگر اتم عنصر A با گرفتن دو الکترون و اتم عنصر B با از دست دادن سه الکترون به حد اکثر الکترون موجود در لایه دوم دست پیدا کنند کدام مطلب نادرست است خب ببینید بچه ها اولا این که میگه عنصر A با گرفتن دو الکترون یعنی عنصر A ظرفیتش چیه شیشه یعنی مربوط به گروه چیه؟ گروه شیش اصلیه میگه اتم عنصر B با از دست دادن سه الکترون یعنی B ظرفیتش سه البته ظرفیت بالایی رو باید میگفتیم دو ظرفیت عنصر B سه بنابراین مربوط به گروه سه هستش خب ببینیم کدوم گزینه ها در مورد اینا درست و نادرسته یک گفته عنصر خونسای A در گروه 6 اصلی و عنصر خونسای B در گروه 3 اصلی قرار دارد خب درست دو گفته تعداد مدارهای دارای الکترون برای عناصر خونسای A و B یکسان است به نمیتونیم همچین ادعایی بکنیم در واقع عناصر A و B برای مثال عنصر A میتونه اکسیژن باشه عنصر B میتونه آلمینیوم باشه که ترکیبشون میشه Al2O3 خب حالا اکسیژن آرایش الکترونیش چجوریه دو شیش در حالی که آلمینیوم هست دو هشت سه این سه الکترون داره اکسیژن دو لایه الکترون داره برای جواب ما همینجا گزینه دو به دست میاد چون گفته نادرست اما گذینه های دیگر هم ببینین گفته عنصر خونسای A به شکل مولکول دو اتمی در هوا وجود دارد. خب میتونه اینجوری باشه اکسیژن میتونه همچی حالتی داشته باشه و چهار گفته از نظر درصد تقریبی عنصر خونسای بی سومین عنصر پوسته زمین است حتی بهتر بود که میگفت میتواند باشد یعنی خب آلمینیوم سومین عنصر پوسته زمینه بنابراین سوال 102 جوابش میشه گزینه دو